با سلام. خیلی از دوستان در تعویض آیسی بیلی بای مشکل دارن و ما امروز قراره که این مشکل رو برطرف کنیم و یه مقدار در مورد این موضوع صحبت کنیم. ببینید، در بخش آنتن آیسی هایی وجود داره که آیسی های بیلی بای بهشون میگن. این آیسی ها برای اینکه بخوان از بورد جدا بشن خیلی باید رعایت بالایی توی جدا کردن آیسی بشه. چرا؟ چون بعد از جدا کردن ممکنه آیسی مورد نظرتون دیگه از کار بیفته. یعنی چی؟ یعنی ممکنه که حرارتی که بهش بدین بر اثر دمای بالا آسیب ببینه. حالا خیلی از تعمیرکارا برای جدا کردنش از ترفندهای متفاوت استفاده میکنن. شخصی میاد میگه آقا خب من به صورت غیر مستقیم از زیر حرارت میدم و آیسیمو جدا میکنم، اما همینطور که میبینید ما دقیقا زیر این مینبورد خودمون یک سوکتی داریم که سوکت سیمکارت هستش و این باعث شده که ما نتونیم به طور غیر مستقیم به این آیسی حرارت کنیم. خب نتیجه چیه؟ چه کاری میتونیم انجام بدیم؟ خب میگیم آقا دمامون رو کمتر میکنیم، بادمون رو بیشتر میکنیم تا بتونیم دمای کمتری با آیسی بدیم و با باد زیاد آیسی رو از بورد خارج کنیم. بعد از این کار 50% از سخت افزار کارهای ما نتیجه گرفتن، اما 50%شون نه. یعنی ممکنه که بعد از تعویض حتی کارتون هم درست باشه مشکل شما حل نشه. ما قراره که این مشکل رو 100% حلش کنیم. یعنی یه ترفندی رو بهتون میگم که به صورت غیر مستقیم نیست، اما میتونیم این کار رو انجام بدیم که آیسی رو درست از بورد جدا کنیم و حتی میتونیم این آیسی رو درست روی مین بوردمون نصب کنیم. ما این آموزش رو به صورت مقدماتی بهتون آموزش میدیم که شما هم بتونید برای تعویض آیسی های بخش آنتنتون اقدام کنید و دیگه نیازی به ترس و حرارت دادن به این آیسی نیست. خیلی از تعمیرکارا قراره که به آیسی آنتنشون یا حالا تعریفشون حرارت بدن، میترسن که خب البته خب حق هم دارن، چون این آیسی اگر آسیب ببینه یکی از پایه‌های راه اندازی سی پی یو و بی سی پی یو رو میده و ممکنه که این آیسی آسیب ببینه و از اون بعد دستگاهی که شما خواهر روشن هم تعریف گرفتی مشتری خودتون خاموش تعریف گرفت. ما این مشکل رو براتون برطرف میکنیم. میایم میگیم آقا برای اینکه این آیسی رو جدا کنیم یه سری نکات رو رعایت میکنیم. اول اینکه دیگه همه تعمیرکارا یه آیسی دیگه میتونن پیدا کنن. برای مثال یه بوردی که باطل شده، یه بوردی که داغونه، یه بوردی که دیگه از کار افتاده، شما یک آیسی که دقیقاً هم قد قواره آیسی عارفتون هستش. خب اکثریت آیسی ها مثل پاور آمپلیفایری که اینجا مشاهده میکنید، آیسی پاور آمپلیفایر یه سری نشونه ها دارن که دیگه نیازی به سرچ کردنشون نیست. مثلا اگر دقت کنید علامت زردی روی این آیسی میبینید که نمایش دهنده آیسی پاور آمپلیفایر بخش آنتن مایه در اندروید ها و آیسی آرف هم علامتی در بعضی از آیسی ها به شکل وای فای روی خودشون دارن که باز به ما نشون میده که ما حتی میتونیم آیسیمون رو بشناسیم. خب برای جدا کردن آیسی از مینبورد مراحل عادیش رو انجام میدیم. یعنی تو مرحله اول باید اطراف آیسی رو تمیز کنیم و بتونیم آیسی رو از مینبورد درست خارج کنیم. برای این کار ما میریم سمت گیره بورد و مراحل رو با ما مشاهده خواهید کرد. اما من یه آیسی رو اینجا تهیه کردم که از نظر هم قد قوار بودن باش یکی باشه. حالا شاید براتون جای سوال باشه که آقا چرا بی جی ای انتخاب کردی؟ چرا آی سی که بی جی ای باشه؟ چرا آی سی انتخاب نکردی که همون بی جی وای باشه و مثل خودش باشه؟ ببینید آی سی های بی جی ای و آی سی های اس ام دی شیلد محافظی داخلش وجود داره و این شیلد محافظ داخلشون باعث میشه که ازشون محافظت کنید، از هسته آی سی یا چیپ آی سی رو محافظت کنید. اما آی سی بی جی وای ما این شیلده رو نداره، برای همینه که ما ممکنه آی سی رو از دست بدیم. اما با این کاری که انجام میدم دقیقاً شیلد بین آی سی بی جی وای و بی جی ای قرار میگیره و البته خب جدا کردن جا زدن این مقدار سخته، اما میتونیم این موضوع رو کنترلش کنیم. خب همینطور که مشاهده میکنید ما بوردمون رو مین بوردمون رو روی گیره بوردمون قرار دادیم و نیاز داریم به خمیر فلکسی. خمیر فلکسی رو روی آیسی مورد نظر خودم قرار میدم، ولی خب میتونم این کار رو انجام بدم یه مقدار روی آیسی قرار بدم. چرا که بتونم اون آیسی هم روش قرار بدم که یه مقدار خاصیت چسبندگیش به ما کمک کنه و ما واقعی خمیرمون رو در اطراف آیسی پخش میکنیم که به پایه‌هاش زودتر برسیم.
میریم برای جدا کردن آیسی. برای جدا کردنش یه نکته اینجا وجود داره. دایره جهنمای خودتون رو هرگز فراموش نکنید. چون پایه شماره یک ما دقیقاً همینجاست که برخلاف عقرب ساعت دایره شمارش میشه و شما باید این دایره جهنما رو حتما بدونید و به یاد داشته باشید، چون بعد از تعدید اگر این دایره جای دیگه قرار بگیره مسلما آیسی شناسایی نمیشه. این یه طرف موضوع، ممکنه حتی آیسیتون بسوزه چون که دوچاره اتصال میشه. خب پس این دایره جهنمای ماه که من اینو فراموش نمی کنم و میرم سمت این که آیسی رو جدا کنم. قبل از اینکه حرارت بدم اون آیسی که اندازه گیری کرده بودم همون میگه ای رو روش قرار میدم. حالا شروع به این میکنم که حرارت بدم. دما و بادی که تعیین میکنم، بادم رو بین 3.5 تا 4 و دمای میترم رو 350 تا 380 قرار میدم. خب شروع به حرارت میکنیم و آروم آروم این حرارت رو به تمام نقاط آیسی میرسونیم و زمانی که متوجه شدیم که کامل پایه ها آب شدن شروع میکنیم به جدا کردنش. اما اینجا باید حواستون باشه چون پایه های بیجی اینجا آب میشن، اما چیزی که باید آب بشه پایه های زیر آیسی بیجی باید. پس دقت کنید که کامل مطمئن بشید بعد آیسی رو جدا کنید. این برای حرارت دادن، اول یه مقدار حرارت از راه دور میدم برای اینکه این خمیر پخش شه تا آیسی رو که سطح آیسی سر نخوره و بعد آروم آروم نزدیکش میکنم. حالا پنزم آماده است برای اینکه آیسی ممکنه حتی سر بخوره یا از جاش جدا بشه. با فاصله زیاد حرارت میدم تا کم کم این حرارت به پایه ها برسه و آروم آروم نزدیکش میکنم و آروم آروم میچرخونم به دور پایه. نذارید زمانی که دارید حرارت میدید این آیسی که تکون خورد شما حرارتتون ببرید کنار و این کار خودتون از دست بدید. به نوعی حالا بترسید یا حالا بخواید کنترلتون از دست بدید، نه اتفاقی نمیفته. اگه تو صدم ثانیه آیسی جاش تغییر کنه، خب این آیسی که به درد کارمون نمیخوره اما اینجا میتونیم ازش به طور خیلی مفید استفاده کنیم. همونطور که میبینید ما آیسیمون رو از پایه ها جدا کردیم و آیسی رویم رو میبرم کنار. آیسی که بیجی وای بوده رو مشاهده میکنید و همینطور که میبینید پایه ها بدون اشکال، یعنی که بدون اینکه بخوان کم بشن یا توالت سرد کشیده بشن جدا شدن و پایه ها رو بررسی میکنید که بدون اشکال. خب نیازی به قد اضافه کردن نیست. این یک. دو، پایه هایی که مشاهده میکنید پایه های اتصال مسیر هم، پس حتما چک میکنیم که اگر اتصالی توی این پایه ها وجود داشته باشه با آبیه برطرفش کنیم. اما همطور که میبینیم این اتصالی اینجا وجود نداره و این پایه هایی که وسط کار وجود داره به این پایه ها میگیم پایه های اتصال به بدنه، یعنی پایه هایی که باعث اتصال آیسی به بورد شده و هیچ مسیری زیرش وجود نداره. پس با این پایه ها اگه بندگی متصل هم بشن ترسی نداشته باشید، اتفاقی نمیفته. ولی پایه هایی که در اطراف اینها وجود داره حتما مورد بررسی قرار بگیرید. خب پایه های زیرش رو تعریف میکنید. چرا؟ چون ممکنه حالا گرد و غبار، جرم و رسوب نفوذ کنه به پایه های زیر آیسی و باعث بشه که آسیبی در یا حالا ارتباط بین آیسی و پایه هامون قطع بشه. همطور که میبینید من پایه های زیر آیسی هم بهتون نشون میدم. همطور که میبینید خمیر رو هم میبینید و هیچ قطعی یا حتی تفتن شدن بورد یا حتی تنده شدن پایه از روی آیسی رو مشاهده نمید. توی مرحله شروع میکنید که پایه های روی بورد رو خمیر کنید. ما با این کاری که انجام میدیم خیلی کمک میکنه که خیالمون راحت بشه که آیسی که ما جدا کردیم صحیح جدا شده و حرارت رو به هسته آیسی ندادیم، بس مطمئنن آیسی و اثر حرارت آسیب نمیبینه. خب
حالا مقدار حرارت رو یه مقدار خمیر فدکسی رو روی پایه ها قرار میدم و پخشش میکنم. تو میبینید که برد یه مقدار جا به زمانی که خمیر رو میزنم کامل به شما پایه های روی برد پخش میشه. من رو میدم که این کار کامل انجام شد و روی تمام این پایه ها پخش میشه. حالا میریم سر وقت این که آیسی اون رو یعنی آیسی بیجوای خودمون رو تنظیمش کنیم. دقیقا نکته بهتون بگم که باید روی همون پای دایره گردنمای خودش قرار بگیره و من باید آیسی رو تنظیم کنم تا دایره گردنمایش رو بتونم پیدا کنم. بعد از اینکه پیداش کردیم میریم سر وقت این که آیسی رو تنظیم کنیم رو پایه هایی که باید تنظیم بشن، یعنی پایه های اتصال مسیر اگر درست قرار نگیره رو پایه های آیسی صد درصد این اتصال شکل نمیگیره. پس دقت کنید حتی لحظه ای که قرار نصبش کنید، پس این دقت باید حتما انجام بشه تا آیسی در زمان نصب درست نصب بشه و اگر بعد از اتصال آیسی شما درست توی پایه‌های برد متصل نشه کار شما عملا بی‌نتیجه خواهد بود. همینطور که می‌بینید آیسی رو ما متصل کردیم و اون آیسی رو دوباره می‌تونیم روش قرار بدیم. همینطور که می‌بینید این تنظیم کردن توی آیسی بیجوای باید درست شکل بگیره و شروع میکنیم به حرارت دادن. خب اینجا خمیرم به پایه اتصالمون وارد کردیم، فقط این مقدار حرارت برای نه شروع میکنیم به حرارت دادن و از بالا، یعنی با همون دما و بعد، ولی نکته اینجا وجود داره اینجا سعی نکنید که سریع این دما و هیتر رو ویه رو بهش نزدیک کنید. خب صد درصد وقتی که شما این هیتر رو سریع میبری سر وقت آیسی خب تکون میخوره و از جاش جدا میشه. پس از فاصله خیلی بیشتر کم کم شروع میکنی و آروم آروم به آیسی مورد نظر نمیدید. همینطور که میبینید نزدیک شد و پایه اتصال دهنده کامل ذوب شدن و آیسی ما هم رو پایه اتصال خودش نشسته و با خیال راحت میتونیم سرد کنیم که پایه ها سرد شه. خب حالا میتونم آیسی مورد نظرم رو بردارم. همینطور که میبینید کبد آیسی به درستی شکل گرفت و دیگه نیازی به ترسیدن یا حالا نیازی به اینکه که بگیم ممکنه بعد از حبیب آیسی شما بسوزه نیست. خب همینطور که میبینید کامل تمیزش میکنم و خمیر فلکسی های اضافه خودم رو هم بردارم. حتی بعد از تعویض شما اگر تعویضتون رو درست انجام بدید هیچکس متوجه تعویض آیسی شما هم نمیشه. موضوع همینه، اگر شما کارتون رو درست انجام بدید هم نتیجه خواهید گرفت و هم متوجه تعویض نمیشه. خب ما اینو باید چک کنیم. اول اینکه میبینیم که آیسی رو درست قرار گرفته رو پایه خودش، اینطور که میبینید ما این آیسی رو دقیقاً به پایه‌های خودش قرار دادیم و از هر جایی که من می‌خوام بهتون نمایش بدم این پایه‌ها رو در واقع آیسی می‌بینید که با شکل دایره اولش فرقی نداره. یکی از نتیجه‌گیری‌هایی که ما اینجا انجام می‌دیم اینه که از هر چهار زاویه که به این آیسی نگاه می‌کنیم باید یه مقدار پایه‌ها از آیسی خارج بشن، که این یعنی که اگر از هر چهار طرف این میزان پایه‌ای که ازشون خارج شده مساوی باشن یعنی آیسی رو درست جا دادیم و حتی زمانی که با پنس با آیسی ضربه میزنیم آیسی همینطور که میبینید به برد متصل شده.